بسم الله الرحمن الرحیم. دوست عزیز، درس خود امروز عملی باز هم در یک بخش هستک بخیر ادامه میتیم. ببینیم ما در قسمت استارت مینو هر زمان کلیک کنیم استارت مینوی ما باز میشه. اینجا ما یک آپشن داریم به نام ستنگ. ما شما ستنگ در فارسی تنظیمات هم میگنی. کمپیوتر خودم مطابق خواست خود، مطابق سلیقه خود ما تنظیم میکنم. بنان هر زمانی که خواستین تنظیمات تغییر بدین در اینجا میل کلک میکنین. کلک کردین این صفحه بر شما باز میشه که این صفحه رو شما میتونین، ببینید رو بسته میکنم، شما میتونین از طریق سمت راست هم این وقتی کلک میکنین در اینجا نشته است All Setting. اینجا اگر شما کلک کنین این صفحه بر شما باز میشه. آرده شایی نگه پست. ما شما روز قبل انستال کردن فون تو اینا را خوانده بودیم. امروز میایم در قسمت پرسونالیزیشن اینجا کلک میکنیم. زمانی که در اینجا کلک کنیم ببین چند آپشن های در اینجا میه. البته بخش بکگراند ما خواندیم، ویدیوش هست، ویدیوش شما بگیرین که چطور میتونید بکگراند کامپیوترتون رو تغییر بدین، کدام تصویر رو بانین، رنگ تغییر بدین، لاک اسکرین، اینا را ما شما قبلا خواندیم. یا فونت هم که دیروز خواندیم، دمز هم خواندیم، فونت اینا رو تمام آپشن ها رو ما خواندیم، ویدیویش هست بگیرین. در این قسمت آپشنی که دارین به نام استارت، وقتی که مین استارت هدفش از استارت مینو است، شما در استارت مینو تغییرات بیارین. استارت مینو چی رو میگه؟ من این صفحه اگر مینیمایز کنم در این قسمت علامه ویندوز که هست روی کلک کنیم، این صفحه رو به نام استارت مینو میگه. در این صفحه شما هر تغییرات یا تنظیمات را که بیارین در اینجا باز میایه. به اون خاطر ما که در اینجا میاییم استارت کلک میکنیم، یعنی تنظیمات مربوط استارت مینو. در اینجا سعی کنین، اینجا دیگه هیچ کدام آپشن خاصی ندارین، فقط این طرف کلک کنین این آف میشه یعنی خاموش میشه، این طرف کنین آن میشه. فقط اینمی تنظیمات است. مهمتر این عنوان بالاش است که بخوانین. وقتی بخوانین این تنظیمات شما میتونین فعال و غیر فعال کنین، دیگه کدام کار خاصی نداره. مثلا گفته شده که Show more tiles on start، یعنی تایل های بیشتر در استارت مینو نشان بده. تایل چی را میگه؟ بین روی استارت مینو کلک کنین. روی استارت مینو که کلک کردین اینمی سمت راست ازی، مثلا این اشکال که مربوط هر پروگرام است، مثلا به شکل مربعی، به شکل مستطیلی، اینا رو کل از این مجموعه که در سمت راست است این رو به نام تایل یاد میکنه. اگر شما در این قسمتی که اینجا میگن که شو مور تایل ان استارت مینو، یعنی هر قدر تایلی که در کامپیوتر شما نصب باشه پروگرامش، او رو بر شما نشان میده. اگر این رو تک کردین چی غیر فعال کردین، یعنی که کمتر نشان بده. ولی اگر در استارت مینو شما باز برین ایره بر شما کمتر نشان میده. اگر ایره پس تک کردین باز بر شما تایل های بیشتر نشان میده. فهمیدین؟ دیگه کدام کار نداره. Show app list in start menu میگه پروگراما را لیستش در استارت مینو نشان بده. اگر شما ایره غیر فعال کردین باز نشان نمیده، اگر فعال کردین نشان میده. شما این استارت مینو سکف، اگر شما اینو گرفتین انتک کردین ولی در استارت مینو بین این قسمت سمت چپ لیستی از پروگرام هایی که داشتین چی شد؟ گم شد. بنان اوی آپشن امی کار رو میکنه. پس ببینیم یالو چقدر خورد شد نی؟ اگر شما در اینجا بیاین پس ای را دوباره شو اپ لیست این استارت مینو بگین، ببینید پس استارت مینوی شما کلان شد و این قسمتی که لیست از پروگرام هست بر شما نشان داده شد. فهمیدین؟ این آپشن را کلش همی کارا میکنه. شو ریسنتلی ادد اپس، پروگرام هایی که اخیرا امروز، یک روز پیش، دو روز پیش، در روزهای آخر که شما اضافه کردین میگه نشان بده. در اینجا میشه ما برنامه را نصب کرده باشیم و اخیرا اضافه کرده باشیم. اگه ایده ما غیر فعال کنیم باز نشان دیگه نمیده. سیز؟ در اینجا کم میشه. اگر پس ایده کلک کردین برتون نشان میده. نشته از Show most used apps، یعنی
برنامه یا پروگرامی را که زیاد شما استفاده میکنین او را نشان بده. مثلا شما هر روز از برنامه فتوشاپ کار میگیرین، درست است؟ تا اینجا برنامه بنان یه هر قدر هر روز برنامه زیاد استفاده کنین، بنان این را که تک کردین اونو برنامه را بر شما نشان میده در اینجا. اگر این را انتک کردین، برنامه که هر روز استفاده میکنین او را او پروگرام را نشان نمیده. فهمیدین؟ دیگه اینی آپشن های شو، سجستشن، اوکیجنلی، این استارت مینو، یعنی هر پیشنهادی که بر شما در کمپیوتر میکنه این را بر استارت مینو بر شما نشان بده، یعنی مربوط او برنامه است که تغییرات و اپدیت یا پاشمه این را بر شما نشان بده. دیگه نشته است که یوز استارت فول سکرین، همین که استارت شنیدین هدفش استارت مینوست. استارت مینو رو میگه که فول سکرین ببینین، تمام صفحه رو بگیره. یعنی فعلا شما که استارت مینو رو کلیک کردین این خورد است نی؟ یعنی ببینین من او رو فعال میکنم، سعی ببینین چقدر بزرگ میشه. زمانی که رو فعال کردین یعنی ببینین استارت مینوی شما چقدر کلان شد، یعنی تمام سکرین گرفته. اگر شما برنامه زیاد داشته باشین مثل از این برنامه ای که در اینجا نصب است زیاد داشته باشین این بسیار بزرگ میشه. پس تنظیماتش در کجا بود؟ تنظیماتش در اینجا بود که یوز فول استارت مینو. پس که انتک کردین پس چی میشه؟ کم میشه. و این آپشن در کجاست؟ هر زمانی که شما با می مشکل روبرو شدین که استارت مینو مکمل صفحه را گرفته بود، شما در استارت مین چی از سمت راست چی از چپ بالای ستینگ کلک میکنین، ستینگ کلک کردین پرسونالایز مین، پرسونالایز که کلک کردین در استارت مین، استارت که آمدین اینی آپشن ها شما اگر فعال بود دیره باز غیر فعال میکنین، پس استارت مینوی شما خرد میشه. فهمیدین؟ خب دیگه اینجا یک آپشن دیگه دارم، شو ریسنتلی اوپن آیتمز این جمپ لیست آن استارت اور تاسک بار. برنامه‌ای که اخیراً شما واز میکنین در کمپیوتر شما اگر ای فعال باشه و غیر فعال باشه، یعنی دو حالت داره. اگر فعال باشه شما اینجا مثلا برنامه‌ای باش ما چیره بر شما واز کنم، مثلا برنامه‌ای ورده، برنامه‌ای ورده که واز کنین در اینجا وقتی که بالاش مین یک جا لیست میایه، فعلا یک برنامه واز است. اگر ما اخیراً زیاد کار کرده باشم باز در زمانی که شما بالا از یک آیکن از این میایین در تاسک بار یا در استارت مینو بالا از این که میایین این یک لیست باز میشه. در اون لیست بر شما آیتما یعنی برنامه ای که کار کردین، فایل هایی که کار کردین نشان بده یا نشان نده. فقط تک آن تک بکنیم. البته این آپشن ها اونقدر مهم نیست، خوب است؟ اما خوب است آشنا شوین که تنظیمات از این در کجاست؟ اینا تماما وقتی که ما روی استارت کلک میکنیم این تنظیمات عموما مربوط چی میشه؟ عموما مربوط استارت مینو میشه. دیگه در اینجا نشسته است که شو چی چوز ویچ فولدرز اپیر آن استارت مینو. انتخاب کنین یا تنظیم کنین که کدام فولدر در استارت مینو نشان داده شوه. روی اگر کلک کردین باز شما میتونین که نشان بدین. مثلا در این قسمت پایین اینجا مثلا فایل اکسپلورر نیست، اینه که آن کردین در استارت مینو در کجا پیدا میشه؟ در استارت مینو پیدا میشه. و دیگه کدام آپشن مثلا سیتنگ هست، داکیومنت هست، دانلود، مای میوزیک، اینا کلش در استارت مینو باز چی میشه؟ اضافه میشه. پس آف کردین آف میشه. پیکچر، ویدیو، اینا خسای کردین choose which folders appear on store the start menu بر شما نشان داده شود. ویدیو مثلا دانلود، میوزیک، اینا کلش اینا را آپشن که شما تک میکنین در کجا باز پیدا میشه؟ در start menu. سکرین اینا را که من کلش تک کردم در اینجا پیدا شده. سمت چپ سعی کنین میوزیک، عکس ها، ویدیو، اینا آپشن هاییست که شما تک کرده بودین در سمت چپ. اگر من دیگه اینجا کلک کنم اینا باز کلش اینا میبینم، نامش که پیشتر تک کرده بودم، دانلود، میوزیک، پیکچر، ویدیو، فایل اکسپلورر، سیتینگ، تمامش در اینجا پیدا شد. پس اینا رو چه رقم شما میتونین که از اینجا
هایت کنید در کجا باید بریم؟ در ستنگ. کل درس ما سر ستنگ است. ستنگ پرسونالایز میم. در پرسونالایز که آمدیم در کجا؟ در استارت. در استارت که آمدیم اینجا بود که choose which folder appears on start. این پس که تک کردیم اینی آپشن ها فال بود نی؟ بسا کنیم در این اینجا دم سمت چپ اینایی که اضافه بود من اینا رو که غیر فال کنم کم شده میره. مثلا فایل اکسپلورر رو من کم کردم، داکیومنت کم کردم. حتی این سیتنگ بعض وقتا شما از پیشتون چی میشه؟ گم میشه. میبینید اینجا سیتنگ نیست. به خاطر که سیتنگ این از اینجا ما شما ای را چی کردیم؟ غیر فال کردیم. یا شما در اینجا باز بیاین سیتنگ دیگه نیست. میبینید سیتنگ نیست. به خاطر سیتنگ خودش غیر فال شد. شما میتونید از راه‌های مختلف پس سیتنگ بیارین. میریم سمت راست. در کجا میریم؟ All Setting. در All Setting که آمدیم در کجا میریم؟ Personalization. در Personalization که آمدیم میریم در Start. در Start که آمدیم choose which folders appear in Start. در اینجا که آمدیم Setting پس Fall میکنیم. که Fall کردیم در اینجا چی میشه؟ پیدا میشه. در اونایی که ضروری نیست غیر Fall کنیم. My Music, Picture, Video مثلا نیست. Personal Folder ضرور نیست که باشه. برای شما سعی کنید بسیار کم شد این خلاص شد فهمیدید؟ بران زمانی که شما میین در پرسنالایزیشن که آمدین در استارت تمام این تنظیمات مربوط استارت مینوست. بعد از استارت مینو تنظیمات دیگه شما دارین که مربوط تسک بار میشه بازی را میمانیم برای فردا بخیر. درست است؟ برای اینجا درس ما شما کفایت میکنه تا فردا خداحافظ.